و اما آقای اولیای فرد، یکی از کارشناسان دادگاه حمید نوری الان با ماست که ما با ایشون مصاحبه های هم داشتیم. ایشون در دادگاه یکی از شاهدین بودن و نظر کارشناسی دادن. درود بر شما آقای اولیای فرد، خوش آمدید به برنامه. نظرتون رو در مورد حکم بگید. سلام میکنم خدمت شما. ببینید، حکم نمیشد بگیم که به طور قابل پیش بینی بود، به خاطر اینکه وقتی یک سیستم قضایی مستقل وجود داره، در واقع نمیشه از پیش تعیین کرد که به طور قطع حکم مثلا حبس ابد خواهد بود یا محکومیت به چه صورت خواهد بود. اما شواهد و قرائن نشون میداد که حمید نوری محکوم میشه، به این دلیل که ایشون بعد از اینکه در 2019 نوامبر 2019 دستگیر شد، 34 جلسه بازجویی داشت و هر دفعه قرار بازداشت موقتش در واقع تمدید میشد. این یک بحث. اینکه اصلا پلیس سوئد اقدام به بازداشتش کرد به این سادگی ها، خودتون میدونید که دادگاه های اروپا، پلیس اروپا به این سادگی کسی رو بازداشت نمی کنن به اتهام جنایت جنگی. همین که بازداشت کرد، همین که بازداشت های موقت رو در واقع تمدید کرد، و از همه مهمتر بعد از آخرین جلسه که دادگاه تموم شد، در واقع قرار وسیله رو قبول نکرد و آزاد نکرد حمید نوری. این شواهد نشون میداد که حکم سنگینی در انتظار حمید نوری است. البته به نظر من خب کار تموم نشده، دادگاه استیناف هست، دادگاه تجدید نظر هست، هر دو طرف در واقع تلاش میکنن که بتونن در واقع نظر خودشون رو پیش ببرن. آقای حمید نوری امکان داره که شهود معرفی بکنه، امکان داره مدارک ارائه بده. من شنیدم که وکلای مدافع شاکیان تصمیم دارن که بحث نسل کشی رو مطرح بکنن. بنابراین تا اینجا کار قدم بزرگی بوده، اما کار تموم نشده و در ادامه باید ببینیم که در واقع به چه صورت این دادگاه، دادگاه تاریخی ما نداشتیم واقعا همچین دادگاهی در خصوص ایران، و حتی بعد از جنگ جهانی دوم مثلا این چند دهه قبل موضوع سربستان بوده در موضوع جنایت جنگی، یا در مورد نسل‌کشی بحث عراق بوده، سوریه بوده، ولی این اولین باره که در واقع در مورد ایران داریم دادگاه تاریخی انجام میشه و یک دستگاه قضایی خارجی داره عدالت رو برای مردم ایران برمقام میاره. چرا که مردم ایران از تنها در مقطع مشروطه بود که اندکی احساس عدالت خواهی داشتن و عدالت پذیری، اما منبعت هیچ عدالتی براشون نبود، و این پیامد خوبی هستش که در واقع یک دستگاه دولت خارجی، دستگاه قضایی آمده عدالت رو برمقان آورده برای این. برجت، بعد این قدم های بعدی چه خواهد بود؟ ممنون و سپاسگزار از شما برای حضورتون در برنامه.